سرخط مهمترین خبرها. تسلیم شدن سویدن در مقابل فشارهای یک دست جوامع اسلامی. سازمان همکاری اسلامی اما گفت توهین به قرآن کریم و پیامبر اسلام، اسلام حراسی عادی نیست. حد که حرمت به قرآن کریم و اهانت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فقط یک اتفاق عادی اسلام حراسی نیست. جان باختن ده ها نفر در پی حوادث ترافیکی در سه روز عید. در 100 واقعه ترافیکی در سه روز عید دست کم 66 نفر جان باخته و صدها تن دیگر زخمی شدند. و حمله مرگبار رژیم اسرائیل به اردوگاه جنین در کرانه باختری. در این حمله 8 فلسطینی شهید و دست کم 50 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل از هوا و زمین بر روی مردم ملکی، شفاخانه ها، خانه ها و موترهای مردم شلیک کردند. شمار زیادی از مردم عام در این یورش کشته و زخمی شدند. سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز، به خبرهای این ساعت از تلویزیون تمدن خوش آمدید. در ابتدا میلاد پرمیمنت امام هادی علیه السلام را خدمت همه شما بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می دارم. و حال مشروع خبرها. پس از فشارهای گسترده جهانی به ویژه موضع‌گیری های تند کشورهای اسلامی، سویدن حد که حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در این کشور را شدیداً محکوم کرد. وزارت خارجه این کشور اعلام کرد این اقدام اسلام حراسانه است. همزمان سازمان همکاری اسلامی خواستار اتخاذ تدابیر جمعی علیه تکرار هتاکی به قرآن کریم شد. این سازمان تأکید کرد توهین به قرآن کریم و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اسلام حراسی عادی نمی باشد. رهبر کاتولیک های جهان نیز اعلام کرد آزادی بیان نباید بهانه برای توهین به دیگران باشد. جزئیات در این گزارش. تسلیم شدن سویدن در برابر فشارهای جهانی به ویژه واکنش‌های یک پارچه جوامع اسلامی. این کشور در اقدام دیرهنگام مجبور شد آتش زدن قرآن کریم در استاکهلم را شدیداً محکوم کند. حتی که روز اول عید قربان با مجوز رسمی دولت سویدن اتفاق افتاد. حالا وزارت خارجه این کشور در بیانیه اعلام کرد این اقدام یک عمل اسلام حراسانه بوده که بیانگر دیدگاه این کشور نیست. دولت سویدن کاملا درک میکند که اعمال اسلام حراسانه ای که افراد در تجمعات در سویدن به آن دست میزنند میتوانند اهانت به مسلمانان محسوب شود. ما چنین اعمال را قویا محکوم میکنیم. این کشور مدعی شدن نجات پرستی و نارواداری ها نه در این کشور و نه هم در اروپا جایی ندارد. صدور جواز برای این حد که حرمت غیر قابل قبول و محکوم است. نباید از آزادی بیان به عنوان بهانه برای آزار دادن دیگران سوء استفاده کرد. ماموریت ما این است که احساسات مذهبی را به همکاری، برادری و اقدامات خیرخواهانه ملموس تبدیل کنیم. سویدن در حال این اقدام را محکوم کرده که این کشور برای پیوستن به ناتو بر رأی موافق ترکیه نیاز دارد. کشوری که هشدار داده به غربی های گستاخ یاد خواهد داد توهین به مسلمانان آزادی اندیشه نیست. سازمان همکاری اسلامی نیز در جده عربستان تشکیل جلسه فوق‌العاده داده. 57 عضو این سازمان خواستار اقدامات سختگیرانه جمعی برای جلوگیری از تکرار حد که حرمت به قرآن کریم شدند. عن ادانتها واستنكارها الشديدين لتلك الافعال المتعدده انجام همچون فعالیت های تحریک آمیز و اهانت آمیز قابل قبول نبوده و اعتراضات و اقدامات شدید همه را در پی خواهد داشت. این عمل خلاف ارزش های ادیان آسمانی است که از سوی همه رد شده است. بنابراین عاملان این حادثه باید مجازات شوند. به گفته سازمان همکاری اسلامی این چهارمین بار متوالی است که چنین اتفاقی در سویدن تحت شعار جعلی آزادی بیان و عقیده رخ می‌دهد. این سازمان تاکید کرد توهین به قرآن کریم و پیامبر اسلام حراسی عادی نیست.
حدس که حرمت به قرآن کریم و اهانت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فقط یک اتفاق عادی اسلام حراسی نیست. این اقدامات افراطی و نفرت انگیز احساسات همه مسلمانان در سراسر جهان را برانگیخته است. سویدن روز چهارشنبه هفته گذشته به سلوان مومیکا، شهروند 37 ساله عراقی الاصل خود، مجوز داد در برابر بزرگترین مسجد در استکهلم یک جلد از کلام الله را پاره کرده و بسوزاند. با این حال دولت عراق گفته در تلاش است تا سلوان مومیکا را به این کشور بازگرداند. شورای علمای شیعه افغانستان نیز بیانیه ای را در محکومیت توهین به ساحت مقدس قرآن کریم صادر نموده که توجه شما را به مشروع آن جلب می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم ولقد استهزئ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. تنها تو را استهزا نکردند بلکه پیامبران پیش از تو را نیز مورد استهزا قرار دادند. من به کافران مهلت دادم سپس آنها را گرفتم، دیدی مجازات من چگونه بود. در شرایط که بیش از 2 میلیون مسلمان لبیک گویان در مرکز توحید بیت عتیق بزرگترین تجمع عبادی، عرفانی و سیاسی را به نمایش گذاشته و قلوب صدها میلیون مسلمان عالم را به خود جلب نموده بودند، به ادامه سیاست اسلام ستیزی دنیای غرب و حدک حرمت به مقدسات اسلامی تحت عنوان شعار دروغین آزادی بیان بار دیگر در کشور در سویدن با مجوز رسمی محکمه و حمایت پلیس این کشور نسخه‌ای از قرآن مجید، مقدس‌ترین کتاب آسمانی، به آتش کشیده شد که احساسات مسلمانان جهان را جریحه‌دار نمود. شورای علمای شیعه افغانستان با شدیدترین الفاظ این عمل غیر اخلاقی و ضد حقوق بشری را محکوم می کند و از امارت اسلامی و سایر کشورهای اسلامی می خواهد در برابر این عمل جنایتکارانه بی تفاوت نبوده، برای مجازات عاملین آن و جلوگیری از تکرار این گونه اعمال شنیع از طرق ممکن و راه های معقول اقدامات جدی و قاطع را انجام دهند. شورای علمای شیعه افغانستان، کابل، 12 سرطان 1402. اجلاس سران شانگهای فردا سه شنبه در دهلی نو برگزار می شود. قرار است در این نشست روی وضعیت کنونی افغانستان نیز بحث و گفتگو شود. این در حالی است که 5 کشور عضو این سازمان که با افغانستان مرز مشترک دارند نگران نفوذ گروه های تروریستی از خاک افغانستان هستند. حکومت افغانستان اما این نگرانی ها را بی اساس خوانده و اطمینان داده که هرگز از خاک افغانستان برای بی‌ثباتی دیگر کشور استفاده نمی شود. داود ناظری گزارش می‌دهد. دهلی نو آماده میزبانی از سران شانگهای، اجلاسی که قرار است فردا سه‌شنبه برای نخستین بار در هند برگزار شود و درباره افغانستان و وضعیت کنونی این کشور نیز گفتگو شود. افغانستان به عنوان عضو ناظر این سازمان ظاهراً به این اجلاس دعوت نشده. از دید آگاهان نقش سازمان همکاری شانگهای برای بهبود اوضاع افغانستان مؤثر است و باید در اجلاس اینچنینی هیئتی از کابل حضور داشته باشد. هرچند افغانستان تا کنون به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای در این سازمان حضور دارد، ولی قطعا با توجه به این که همسایه های افغانستان به خصوص پاکستان، ایران و هندوچین در سازمان به عنوان اعضای دائم و به عنوان عضو رسمی فعالیت های خوبی داره، میتونه قطعا پیامد این نشست برای افغانستان ثمرات خوبی را به دنبال داشته باشد. 5 کشور عضو شانگهای با افغانستان مرز مشترک دارند که اغلب از آدرس افغانستان نگران هستند. نگرانی از نفوذ گروه های تروریستی از خاک افغانستان به آسیای میانه. کابل اما با رد نگرانی ها تأکید می کند که امنیت در سراسر کشور تأمین است و از آدرس افغانستان هیچ کشور تهدید نمی شود. اول مهم بود که امارات اسلامی در این نمایندگی خود می داشت، چون از این موقف امارات و افغانستان
دفاع صورت نگرفت و واقعیت‌های حقیقی در اونجا برملا میشد. دومی که ما توقع ما از نشست شانگهای است که امنیت و ثباتی که در افغانستان هست به نفع تمام منطقه و کشورهایی است که عضو شانگهای دارن باید همه همکار و ممید باشن به ثباتی که هست. حقایق باید بگویم، امنیت گرفته و میبینیم شما در کابل در اطراف جنازه‌های دویده پیش عیال از شکر الحمدلله کدام دعای ما را خدا قبول کرد که روزای عید جشن فیلن جنازه نورداشتی در عید کدام قتل عام در افغانستان دیدی ندیدی. اخیراً جو بایدن رئیس جمهور امریکا نیز به نبود القاعده در افغانستان اذعان کرده و گفته القاعده دیگر در افغانستان وجود ندارد. آگاهان نیز با توجه به این مهم نگرانی کشورهای عضو شانگهای را به انصافی می دانند. در حال حاضر حکومت افغانستان موفق شده که امنیت نسبی را در افغانستان به وجود بیاره و تأمین کنه. با توجه به فعالیت ها و کارکرد حکومت افغانستان یقیناً کشورهای عضو شانگهای بدبینی خیلی جدی را نسبت به حکومت افغانستان ندارد. با این همه از دید برخی دیگر حکومت افغانستان هنوز میتواند گام های جدی تر برای رفع این نگرانی ها و حل بحران مشروعیت بردارد. از دید آنان تشکیل حکومت فراگیر و بازگشایی درب مکاتب و دانشگاه ها از مواردی است که در تعامل جهان با کابل و کسب مشروعیت تأثیر فوق العاده دارد. برای واکاوی بیشتر این خبر و بررسی نقش سازمان همکاری شانگهای در مسائل مربوط به افغانستان، عزیز معارج دیپلمات پیشین و آگاه سیاسی در خبر با ما پیوسته. آقای معارج وقت شما بخیر. پنج کشور سازمان همکاری شانگهای با افغانستان مرز مشترک دارند که نگران امنیت مرزهایشان است. با توجه به اظهارات بایدن، آیا این نگرانی ها فکر میکنین رفع شده؟ تشکر. نخست سلام با شما، سلام با همکاران تکنیکی شما و شنوندگان و بینندگان تقدیم میکنم. من خود سازمان شانگهای که در قدم اول در سال 1996 در شانگهای پنج کشور تقریبا روسیه، چین و قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هم نشستم، مسئله اولشان همکاری های بین اقتصادی بوده. بعد این مسئله سیاسی شد، چون در سال 2001 ازبکستان به این سازمان پیوست و بعد از اینکه در سال 2002 در سن پترزبورگ که روسیه یا یک قانون جور کردن چند چیز را مطرح کردن. یکی همکاری اقتصادی و سیاسی بین کشورهای آسیایی و همچنان تعدید امنیت آسیا، تامین امنیت آسیا، همچنان تعدید غرب، گسترش نفوذ ناتو یعنی جلوگیری از نفوذ ناتو و حل و فصل مشکلات و معضلات افغانستان بود. طبق آخرین یافته های حکومت افغانستان در دو سال گذشته در مبارزه با تروریسم، فساد اداری و منع کشت مواد مخدر موفق عمل کرده. آیا این مسائل به تعامل و به رسم شناختن کابل توسط شانگهای فکر میکنه کمک میکنه؟ 100%. وقتی که بر کشوری که میگه که ما اطمینان برتان میتم که در افغانستان امنیت است، القاعده از بین رفته، امریکا هم تایید میکنه و هیچ کدام تعدیدی نیست. مگر در مقابل افغانستان چی میخواید؟ چی شرایط داره که پیشنهاد کنه برشان؟ چی امتیاز رو میگیره؟ این خو امتیازی که به کشورهای دیگه داده میشن. ما که پس دوباره قربانی داده بریم هم برای کشورهای دیگه منطقه و همسایه امنیت تامین کنیم با خواسته از این جواب بتیم. در مقابل ما کدام استراتژی میکانیزم داریم که کشورهای دیگه برای ما کمک مساعده در مقابل صداقل مساعدت اقتصادی بگیریم، تجارتی بگیریم یا در تامین بیشتر امنیت از وسایل و از وا برای ما کمک کنن یا مادی کمک کنن. متاسفانه که چنین هم نیست و کشورهای همسایه و منطقه هنوز هم ادعای از این داره که در افغانستان 21 گروه توریستی فعال است. این مورد باید اسناد از کشورها خواسته شود که واقع هست، یعنی دقیقا از او به عزت و آبرو و هویت افغانستان صدمه وارد میکنه. چه اقدامات هنوز نیاز است که حکومت افغانستان باید انجام بده تا نگرانی کشورهای منطقه و جهان رفع و کابل هم به رسمیت شناخته شود؟ در قدم اول قانون اساسی از همه مهمتر است. کنار قانون شرعی، قانون موضوعی در کشور ضرور حتمی است. یک دولت که قانون، ساختار، اصول مطابق و قاعده نداشته باشه دیگه کشورها نمیتونه که به کشور اعتبار، به دولت اعتبار داشته باشه. یک دولت معیاری استاندارد با گرفتن مشروعیت
ملی یا مردمی و همچنان ایادی حقوق توامیت با و مسئولیت پذیری زعامت و وزیرا در اون صورت باز کشورها دیگه میتونن که در تعامل به این کشور در خیر از اون که وزیری که موقت باشه یا کشور دیگه نمیتونن که دو با اون قرارداد امضا کنن چون میفهمه که مسئولیت نداره وزیر آینده یا کابینه آینده مجبور در مورد از این تجدید نظر کنه. توجه نمایید به چند خبر کوتاه. یونما اعلام کرده که برای حمایت از افغانها در بخش‌های صحت، تغذیه، آموزش، اشتغال، اقتصاد، ادغام اجتماعی، حقوق بشر و حاکمیت قانون یک چهارچوب استراتژیک جدید ترتیب شده است. این نهاد امروز در اعلامیه گفته این چهارچوب استراتژیک بین سال‌های 2023 تا 2025 اولویت‌های سازمان ملل را برای حمایت از افغانها مشخص می‌کند. به گفته یونما توافق شده که در دو سال پیشرو در زمینه کاهش ناامنی غذایی و کاهش میزان مرگ و میر مادران و کودکان کار کند. بر بنیاد یک تحقیق تازه احتمال می رود 80 غیر نظامی در افغانستان توسط نیروهای سرویس ویژه هوایی بریتانیا کشته شده باشند. روزنامه گاردین گزارش داده وکلای مدافع خانواده های قربانیان در یک تحقیق عمومی گفتند ممکن است این افراد توسط 3 واحد جداگانه سرویس ویژه هوایی بریتانیا بین سالهای 2010 و 2013 هدف قرار گرفته باشند. بر اساس گزارش گاردین باورها این است که یکی از سربازان واحد ویژه هوایی بریتانیا 35 شهروند افغانستان را در سفر 6 ماهه به این کشور کشته است. بر اساس گزارش ریاست عمومی ترافیک در ایام تعطیلی عید قربان نزدیک به 100 رویداد ترافیکی در کشور به ثبت رسیده که در نتیجه آن 66 نفر جان باخته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. بیشتر این رویدادها در ولایات قندوز، فرا، هرات، بامیان، دایکندی، ننگرهار، سمنگان و بلخ رخ داده است. عامل افزایش حوادث ترافیکی کم عرض بودن جاده‌ها، به احتیاطی رانندگان و عدم رعایت قوانین ترافیکی خوانده شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید بیش از 50,000 گردشگر در جریان روزهای عید به این ولایت سفر و از مناطق تفریحی و باستانی دیدن کردند. سیف الرحمن محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان گفته گردشگران بیشتر از پارک ملی بندیامیر و آبدههای تاریخی این ولایت بازدید کردند. بامیان ولایتی با داشتن آثار باستانی فراوان و جاذبه های دیدنی سالانه پای هزاران گردشگر را به سمت خود می کشاند. امسال نیز در جریان روزهای عید سعید قربان هزاران گردشگر به این ولایت سفر و از مناطق باستانی و جاذبه های دیدنی آن دیدن نمودند. به گفته رئیس اطلاعات فرهنگ بامیان در هفته اول عید سعید قربان بیش از 50,000 گردشگر از مناظر طبیعی و آبده های تاریخی این ولایت بازدید کردند. اولی عید سعید اصحاب و تا به چهارم تقریبا ما به حدود 50,000 گردشگر یا هموطنان خود داشتیم که در ولایت بامیان سفر کرده بودند و از جاذبه های توریستی و سیاحتی ولایت بامیان دیدن کردند. در همین حال گردشگرانی که برای بازدید از پارک ملی بندیامیر به بامیان آمده میگویند مناظر شگفت‌انگیز طبیعی و تاریخی این ولایت پای آنان را به بامیان کشانده است. دا ډیر خوندور ځای دی چکر ترغلی تقریبا منګه یو 15 پاک مرګری نو ډیر خوند یو کو ډیر شې صاحب کتاب دی امنګ ډیر شات تفریح کوله. از سوی دیگر اما شماری از گردشگران از نبود امکانات و عدم کنترل نرخ‌ها در بازار بندامیر شکایت دارند. امکانات درست نیست مهیا، یکی کنترل نیست، بعد کنترل باشه در قیمتا. یک بوتل مثلا 20 پس ده 30 افغانی است پیشت میگیرن. از مسئولین خواهش میکنیم که توجه داشته باشن، دیگه امکاناتش برابر است، ولی اینمی که تشناب جور شوه هم امکاناتی که نظر باید که داره باید سالانه پیشرفت بکنه تا ما بتونیم صورت های بدی را داشته باشیم. با این حال از دید آگاهان صنعت گردشگری نقش مهم در اقتصاد کشور دارد و اگر حکومت در این بخش سرمایه گذاری کند عواید هنگفتی به دست خواهد آورد. باید یک اصول نامه یا آیین نامه بازدید از بندی امیر یا از پارک ملی ایجاد شد و بعد کل مواردی بر مبنای از این اصول باشه، به نظر از من که عواید تا
دو یا سه برابر اونچه که فعلا دولت به اجاره داده بالا خواهد رفت. همه ساله با گرم شدن هوا هزاران گردشگر برای بازدید از مناطق باستانی و جاذبه های دیدنی بامیان به ویژه پارک ملی بندهمیر به این ولایت سفر می کنند و از این طریق سالانه بیش از 5 میلیون افغانی به خزانه دولت واریز می شود. نمایشگاه ایده، فکر و خلاقیت با اشتراک بیش از 1000 دانش آموز در هرات برگزار شد. این نمایشگاه از آغاز عید قربان تا پایان تعطیلات مکتب برگزار شده و در آن آثار خلاقانه دانش آموزان عمدتاً ابتدایی به نمایش گذاشته شدند. محتوای این نمایشگاه را سازه های روباتیک، تکنولوژی، ادبیات و آموزه های دینی تشکیل می دهد. عبدالله اخلاقی از هرات این گزارش را فرستاده. این نمایشگاه در هرات محصول تلاش نزدیک به 1000 دانش آموز عمدتاً دوره ابتدایی مکتب است. در اینجا هر دانش آموز خلاقیت ها و ایده های ذهنی خود را به تصویر کشیده. کار خلاقانه و البته نشان دهنده ظرفیت بالا در میان دانش آموزان. محتوای این نمایشگاه را سازه های روباتیک، تکنولوژی، ادبیات و آموزه های دینی شکل می دهد. مدلای از اینا بیشتر خلاقانه بوده و چیزایی که دوست داشتن تصور میکنن در خیالاتشان بوده، با کمک از آموزه هایی که در خود مکتب دیدن با مشوره اساتید بیشتر خلاقانه. اما در بحث ادبیات هم ما داریم، شاید هستیم که در قسمت ادبیات کامپیوتر و اینا هم دانش آموزا سهم خوبی بودن. با وجود امکانات اندک و شرایط پرچالش، اکثر سازه های دستی این نمایشگاه کاربردی و خلاقانه است. این روند نشان دهنده تلاش مضاعف دانش آموزان و خانواده های آنان برای خلق آثار بهتر است. ربات ساختیم که از جمله ربات ما یکی هم زلزله نگار هستن که وقتی زلزله بیایه او همه خودکار که دوسته چکو داشتیم روی ورق خاطهایی میکشه که معلومونه زلزله میایه. روزی میه که در آینده با شرکت های خیلی کلان مثل گوگل یا مایکروسافت کار کنم، یعنی یک شرکت خودم خاص برای خود داشته باشم و انشالله امید دارم که تا 4 سال یا 5 سال دیگه انشالله شرکت خود خواهم داشت. استعداد بچه ها در هر بخش بود، استعداد خیلی خوشحال شدم به بخش کامپیوتر که پسریم، یعنی فکر نمی کردم که همچین برنامه خاصی درست کرده باشه، واقعا تعجب کردم، واقعا خوشحال شدم از طرف یک مادر. از جانب هم تلاش جمعی برای شناسایی خلاقیت های دانش آموزان می تواند راه را برای آینده بهتر آنان باز کند. این رویکرد در آینده کشور و بار آوردن نیروی متخصص یک نیاز جدی است. اکثر اینها تالمندی خیلی عالی، اگر یک برنامه استعدادیابی برگزار بشه که از طرف متخصصین در قسمت روباتیک باشه یا علمهای بروزتر باشه، میتونه آدم بگه که اگر آمار خیلی بالای از دانش آموزا تالمندی خاص کد برن. در چند سال اخیر نمایشگاه های علمی و هنری از جمله سازه های روباتیک در میان مکاتب ولایت هرات نسبتاً افزایش یافته است. عبدالله اخلاقی، تلویزیون تمدن، ولایت هرات. و در ادامه می‌بینید، دفع ضد حملات اوکراین توسط ارتش روسیه. یک مقام روسی گفته است خروج واگنر از منطقه جنگی هیچ تأثیر بر قابلیت رزمی ارتش روسیه نگذاشته است. و حمله مرگبار رژیم اسرائیل به اردوگاه جنین در کرانه باختری. در این حمله 8 فلسطینی شهید و دست کم 50 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان حوزه 15 امنیتی شهر کابل از بازداشت 4 تن به اتهام سرقت و بازگیری در پایتخت خبر می دهند. آمر جنایی حوزه 15 امنیتی می گوید 2 تن از بازداشت شدگان با استفاده از نام نیروهای امنیتی دست به بازگیری می زدند. با این حال مردم با شکایت از افزایش جرایم جنایی به ویژه سرقت های مسلحانه از نهادهای امنیتی می خواهند امنیت پایتخت را تامین کنند. شرح این گزارش با محمد اسلام بهنوش. بازداشت 4 تن به اتهام ارتکاب جرایم جنایی از حوزه 15 امنیتی شهر کابل. 2 تن از این افراد از منازل سرقت می کردند و 2 تن دیگر با استفاده از نام نیروهای امنیتی دست به باجگیری از مردم می زدند. آمر جنایی حوزه 15 امنیتی نیز می گوید پلیس 2 اراده موتر سرقت شده را کشف و به مالکان آن تحویل دادند.
دو کسیز گروپ دسی دی کورو تورکوزی گید کورو غلا کی چا الحمدلله بالفعل گرسلا او دا دو کس نور چی دی 15 میوزی کارمندان لنوم نه به استفاده کول نو خلګونه به باج اخیسته باجګری به کوله نو هم الحمدلله 15 میوزی زړور مجاهدینو گیر کړل نو دوسیه مرته ترتیب کړی تحقیق جنایت ورس افراد بازداشت شده نیز به جرمشان اعتراف کردن میگویند از منازل سرقت میکردند و با استفاده از نام نیروهای امنیتی دست به باجگیری میزدند. اصلا از 15 از خانه دوزی کرده بودیم و امارت اسلامی ما را دوزی. از منطقه نای 15 ما یک خانه را دوزی کردیم، ما دو نفر بودیم. و حالا از طرف امارت اسلامی ما دستگیر شدیم. چند روز پیش پیسه را گرفته بودیم، به نام مجاهدین استفاده میکردیم. اوزه 15 هم فامید ما را دستگیر کرد، از کار ما پشیمان هستیم. در کنار این دستاوردها شکایات نیز وجود دارد. برخی از باشندگان پایتخت از ناامنی و سرقت‌های مسلحانه شکایت داشتند، اما برخی دیگر از تامین امنیت رضایت دارند. خاطر بیکاری و بی‌روزگاری مردم، شاید مردم مجبور باشه، شاید از چی باشه، به او خاطر امکان داره که بعضی کسا دست به دامن یک نفر بزنه، دست به دزدی بزنه یا کدام چیز دیگه. در هر گوشه چکپوان انداختن و سرقت ها و دزدی های شبانه روزی را بسیار به صفر رساندن و کاهش دادن. با این همه مسئولان امنیتی همکاری مردم را در تامین امنیت مهم می دانند و از باشندگان شهر کابل می خواهند در صورت مشاهده افراد مشکوک به شماره 119 در تماس شوند و نیروهای امنیتی را در جریان قرار دهند. در میانه ضد حملات اوکراین رئیس کمیته دفاعی پارلمان روسیه اعلام کرد خروج ارتش خصوصی واگنر از منطقه جنگی هیچ تأثیری بر قابلیت رزمی نیروهای مسلح مسکو نگذاشته است. او تاکید کرد ضد حملات اوکراین عملا بدون مداخله جنگجویان واگنر دفع شده است، در حالی که غرب و کیف تاکید کردند این شورش فرصت خوبی برای در هم شکستن مواضع روسیه است. اما مسکو گفته هیچ چالش برای جایگزینی واگنر در این جنگ وجود ندارد. کار چندین پروژه عام المنفعه در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به ارزش ده ها میلیون افغانی راه اندازی شده است. این پروژه ها شامل ساخت چندین بند آبگردان، مکتب و جاده می باشد که هزینه آن توسط خیرین و اهالی منطقه پرداخت شده است. با این حال ساکنان این ولسوالی از حکومت می خواهند که دوش آنان در زمینه ساخت مکتب، جاده و پروژه های عام المنفعه تلاش نمایند. ولسوالی جاغوری منطقه نسبتاً دوردست و کوهستانی در ولایت غزنی، جایی که ساکنان آن سال هاست از خدمات اجتماعی محروم و قربانی راه‌های صعب العبور بودند. در سالهای پسین اما این ولسوالی به نماد همدلی، پیشرفت و ترقی مبدل شده است. دلیل مسمی شدن به این نام نیز فعالیت‌های مردمی در راستای ساخت جاده، مراکز صحی، بندهای آبگردان و مکاتب است. البته هدف اول است که امو آبهایی که طول زمستان هدر مرا اونا جلوی گیری شود. مخار آب است هدف اول که در قسمت زراعت استفاده می شود و در قسمت دوم چای آب آشامیدنی مجموع قرجات زیرک در پالوی از این بند حفظ شده و که امی بند باعثی تزریق از او چا می شود. تلاش های بیوقفه ساکنان این ولسوالی در راستای ساخت و ساز توجه بسیاری ها را به خود جلب کرده و پای بسیاری را به اینجا کشانده، از جمله مسئولین رسانه ها و فعالین فرهنگی که از حرکت های اینچنینی استقبال و آن را ستودنی عنوان کردند. همین جا که ما میبینین 15 کیلومتر بر ما گفتن که سرک کلا نمی کوره، در واقع بخش از کوره کمربندش بروش میزنه و بسیار کاری است که تقریبا خیلی دولت ها نمیتانه. با این حال راه اندازی برنامه های انکشافی و عامل منفعه نه تنها به زیبایی و پیشرفت این ولسوالی افزوده که زمینه کار را برای صدها نفر فراهم کرده است. کار مهیاش نه، آمادهش نه، تقریبا 50 نفر کار مساعد شده برای 50 نفر کار.
با این همه خواستها این است که در کنار مردم، حکومت نیز باید برنامه های حمایتی روی دست بگیرد و باشندگان سایر مناطق را نیز تشویق به فعالیت های مشابه کنند. در پایان مرور دوباره به سرخط خبرها. تسلیم شدن سویدن در مقابل فشارهای یک دست جوامع اسلامی. سازمان همکاری اسلامی اما گفت توهین به قرآن کریم و پیامبر اسلام، اسلام حراسی عادی نیست. حدس که حرمت به قرآن کریم و اهانت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فقط یک اتفاق عادی اسلام حراسی نیست. جان باختن ده ها نفر در پی حوادث ترافیکی در سه روز عید. در 100 واقعه ترافیکی در سه روز عید دست کم 66 نفر جان باخته و صدها تن دیگر زخمی شدند. و حمله مرگبار رژیم اسرائیل به اردوگاه جنین در کرانه باختری. در این حمله 8 فلسطینی شهید و دست کم 50 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل از هوا و زمین بر روی مردم ملکی، شفاخانه‌ها، خانه‌ها و موترهای مردم شلیک کردند. شمار زیادی از مردم عام در این یورش کشته و زخمی شدند. بیننده های عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما کردید و همچنان شما می توانید این بسته خبری را روی یوتیوب چینل تمدن هم بیننده باشید. وقتتان بخیر.